بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر مفيد برای سرگذشت پیامبر صلی الله علیه وسلم. صفات های خلقی او صلی الله علیه وسلم، قامت او صلی الله علیه وسلم. براء ابن عازب رضی الله عنهما گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم میان قد بود، مسافه بین دو شانه وی کشاد بود، مویهایش با نرمی گوشهایش میرسید. او را در یک جامعه سرخ دیدم که من هرگز هیچ کس را خوبتر از او ندیدم. چهره او صلی الله علیه و سلم. کعب ابن مالک رضی الله عنه گفت انگامی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام کردم، در حالی که چهرهش از شادی می درخشید و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شاد می شد، روی وی نورانی می شد تا آنکه گویا روی وی پارچه از ماه باشد و ما او را می شناختیم، یعنی خورسندی او را از رفشنی روی او می شناختیم. از براء رضی الله عنه پرسیده شد آیا روی پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند شمشیر بود؟ گفت نه، بلکه مانند ماه بود. موی او صلی الله علیه و سلم. انس ابن مالک رضی الله عنه میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم دستان بزرگ داشت، بعد او مانند آن را ندیدم و موی پیامبر صلی الله علیه و سلم فروهشته، یعنی آویزان بود، نه جنگیله بود و نه نرم. چشم او صلی الله علیه و سلم. جابر ابن سمره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم دهان کشاد داشت، سفیدی چشمهایش آمیخته به سرخی بود، پاشنه های پایهایش کم گوشت بود. عرق او صلی الله علیه و سلم. انس ابن مالک رضی الله عنه گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد ما می آمد و در نزد ما قیلوله میکرد، پس عرق کرد. مادرم یک ظرف شیشگی آورد، پس عرق او را در آن ظرف جمع می آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیدار شد و فرمود ای ام سلیم چی کار میکنی؟ گفت عرقت را در خوشبوهایمان آمیخته میکنم و عرق تو از بهترین خوشبوی هاست. خاتم نبوت او صلی الله علیه و سلم. مهر نبوت در میان شانه هایش بود و آن چیزی نمایان در جسد او صلی الله علیه و سلم مانند خال بود. از جابر ابن سموره رضی الله عنه روایت است که گفت مهر نبوت را در نزد شانه اش دیدم که مانند تخم کبوتر بود و رنگ آن مانند رنگ جسدش بود. صفات های اخلاقی او صلی الله علیه و سلم به مثل احترام صحابگانش او صلی الله علیه و سلم را. عمر ابن عاص رضی الله عنه گفت یگان کس در نزد من محبوبتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود و در چشمانم بزرگتر از او نبود و به خاطر احترام او چشمانم را از دیدار او پر نمی کردم و اگر از وصف او پرسیده شوم او را وصف کرده نمی توانم، زیرا من چشمانم را از او پر نمی کردم. و عروه ابن مسعود ثقفی پیامبر صلی الله علیه و سلم را در روز حدیبیه برای قریش وصف کرده می گفت سوگند به الله هرگز پادشاهی را ندیدم که یارانش او را تعظیم کنند، آن اندازه که یاران محمد صلی الله علیه و سلم محمد را تعظیم می کنند. سوگند به الله آب بینیش را نمی افشاند مگر که در دست مرد از یارانش واقع می شود، پس آن را در رو و پوستش می مولد و هرگاه آنان را امر دهد برای اجرای امر او شتاب می کنند و هرگاه وضو بگیرد قریب که برای آب طهارتش به یکدیگر جمع می کنند و وقتی سخن کند آوازهایشان را در نزد او پس می کنند و به خاطر احترام او به سوی او نظر نمی کنند. آداب او با الله تعالی. از عبدالله ابن شخیر رضی الله عنه روایت است که گفتیم شما سید ما هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سید الله تبارک و تعالی است. گفتیم
شما از همه بزرگتر و از همه سخاوتمندترید. فرمودن همین سخن یا بعضی آن را بگوید شیطان بر شما غلبه نکند. شجاعت او صلی الله علیه و سلم. علی رضی الله عنه هرگاه جنگ شدت می گرفت و قوم با قوم روبرو می شد، ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه می بردیم، پس یگان نفر ما به قوم از او نزدیکتر نبود. ترس او صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سوگند به الله، من از همه شما بیشتر از الله تعالی می ترسم و با تقوا ترین شما هستم. نیکی او صلی الله علیه و سلم به اهلش. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما کسی است که نسبت خانواده اش رفتار نیک دارد و من نیکوترین شما برای خانواده ام هستم. حیای او صلی الله علیه و سلم. ابو سعید خدری رضی الله عنه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از جوان دختر شرم و حیا داشت و هنگامی که چیزی را نمی پسندید تأثیر آن را در رویش می دیدیم. آسانگری او صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم بین دو چیز اختیار داده نمی شد مگر که آسانترین آن را اختیار می کرد. مادامی که گناه نمی بود، اگر گناه می بود از آن دورتر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خودشان انتقام نمی گرفتند. عایشه رضی الله عنها گفت سوگند به الله هرگز پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خودش انتقام نمی گرفت تا که قانون های الله ویران کرده می شد، پس برای الله انتقام می گرفت. طعام را عیب نمی گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم طعام را عیب نمی گرفت. عایشه رضی الله عنها گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز طعام را عیب نمی گرفت، اگر آن را می خواست می خورد و اگر آن را نمی پسندید ترک می کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه را قبول می کردند. عایشه رضی الله عنها گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه را قبول می کرد و بر آن مکافات می داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم صدقه نمی خوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند البته خانواده محمد صلی الله علیه و سلم صدقه نمی خورند. تواضع پیامبر صلی الله علیه و سلم. عقبه ابن عامر رضی الله عنه گفت مرد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، پس با او سخن کرد، مشک های سینه اش می لرزید. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به وی گفت بر خود سخت مگیر، من پادشاه نیستم، هر آینه من پسر زنی هستم که گوشت بریده شده می خورد.